اجازه بدید قبل از اینکه دور دوم رو آغاز بکنیم کامران عزیز را بشنویم. کامران عزیزم شما هم 5 دقیقه فرصت دارید که در رابطه با اگر خبری رو بخواید بیان کنید که بفرمایید، وگرنه در چارچوب حداکثر 5 دقیقه در چارچوب ضرورت در واقع وفاق ملی قبل از فروپاشی متن استبداد صحبت کنید. بفرمایید 5 دقیقه شما از راه آغاز شد. هم درود خدمت شما و همه دوستان. من والا همین کلمه وفاق ملی رو که عرض کردید بیشتر باعث شد بیام تو اتاق. داشتم یه گشتی میزدم توی کلاب هاست، همین روما رو میدیدم، درباره همین وفاق ملی میخوام صحبت کنم. آقای منوچهر محمدی بیشتر با آقای فخرآور آشنا هم. من میخوام ببینم کسایی که از وفاق ملی صحبت میکنن چرا یک ماه تو این شرایطی که منافع ملی کشور داره تهدید میشه با این قراردادهای چین و روسیه، چرا این آدمی که در واقع در همش میاد اپوزیسیون رو میکوبه درباره وفاق صحبت میکنه میگه با من متحد بشید، چرا یک ماه یک روم در این باره نذاشته ولی هر شب میاد شهبان فره متهم میکنه که تو کودتا کردی، هیچ مردمی هم تو خیابون نیومد، گویا شهبانو ساواک و ایشون منحل کرده، ارتش و ایشون منحل کرده، گارد جاویدان و ایشون منحل کرده، جنرال هایزر رو ایشون آورده. اصلا یه خزعبلاتی میگن که اصلا من اگر مثلا بگیم البته بود دیگه، احمدی نژاد هم میگه هولوکاستی اتفاق نیفتاده، حالا یه سری میافتادن منبالش میگفت نیست، ایشون هم اگه بگه زمین تخته یه سری هم توی دم و دستگاهش هستن میگن آره زمین تخته حتما. من میخواهیم این آدم هایی که دم از وفاق ملی دیگه میزنن دیگه این بازی ها به نظر من لوس شده. اصلا تو این شرایطی که یک بار من نهیدم ایشون بیاد الان بگه آقا چین چجوری قرار دادش اصلا چجوریه، یه رومی دربارش برگزار کنه یا درباره روسیه که این رئیسی سفر کرده بود صحبت کنه، بعد همش اپوزیسیون رو میکوبه با این انقلابی ها میشینه. حالا آقای منوچهر محمدی میگم بیشتر باشون آشنا، مالا ما که نمیتونیم، ما هرچی به این آدم میگیم گویا اصلا خدا هم رو زمین بیاد اینا تغییر رویه نمیدن. باز شماهایی که آقای محمدی بیشتر آشنا هستید باشون یه اینو بدید، اگر ایشون تاریخ نگاره چرا فقط این تاریخ هایی که میخواد توش دستکاری کنه رو نمیبینید، چرا این همه موضوعات تاریخی دیگه هست؟ ایشون یه سری چیزای تاریخی رو که اصلا میخواد توش دست ببره، حالا هدف داره نداره، دنبال تخریب خاندان پهلوی من نمیدونم، ولی ایشون نه تاریخ، اگر تاریخ نگار هستی هزاران تا مطلب دیگر هم شما باید تاریخ نگاری کنی در بیاری. چسبیدی شما میگی فرح کودتا کرد، فرح کودتا کرد، معلوم داشتم میدیدم، بعد این کلمه وفاق ملی رو دیدم خواستم بیام اینجا خدمت شما بزرگواران بگم. دیگه ببینید اگر هر کسی بخواد در مورد وفاق ملی بعد حرف بزنه باید یه عملی توش باشه، یه حسن نیتی تو قضیه باشه. شما میگید وفاق ملی، اکثریت ملت ایران من با سند بهتون الان ثابت میکنم پادشاهی خان یک آمارگیری من و تو کرده 2 سال پیش که برای فردا ایران پادشاهی رو میخواد یا جمهوری، 70% مردم الان لینکشو میفرستم جناب رضا شما بذارید بالا، 70% مردم نظرسنجیش هم بیشترین جامعه آماری که تا حالا گرفته شده بالای 100,000 نفر رأی دادن. خب این اصلا حالا نگیم به اکثریت، ولی همه فکر میکنم اذعان دادی که عمده ای از مردم ایران به هر حال یه عده بزرگی مشروطه خواهن. شما میای همش فرح رو میکوبی بعد میای فرداش رو میذاری وفاق ملی، وفاق ملی نمیدونم شما رو عرض میکنم البته شما بزرگانی که باز یه رفاقت دیرینه دارید آقای محمدی بشینید اینا رو واقعا صحبت کنید. ایشون فقط میگه با من متحد بشن. آخه شما کی هستی؟ مگه شما فقط مبارزه میکنی؟ ما هم داریم داخل مبارزه میکنیم. آخه کی شما رو اصلا تو ایران میشناسه؟ آقا نشد که همش تو هر کسی میاد صحبت میکنه، هر کسی انتقاد میکنه، شما میگی که این نمیدونم چیزه موضوع رژیمه، اون یکی نمیدونم اینه، اون یکی اینه، شما دیگه ول نمیکنی. یک ماه آقا یک بار بحث تاریخی تو کردی رفت، یک ماه الان هر شب رو میذاره شهبانو کودتا کرد، شهبانو کودتا کرد، اصلا توهم هم داره میگه که شهبانو بیاد اسخای کنه، ما میپذیریم، ما چرا نپذیریم؟
نمیشه که من الان بیام به شما بگم آقا شما دزدی کردی. خب اگه دزدی نکردی بیا ثابت کن. ایشون میگه شعبانه کودتا کرده. چرا نمیاد به ما ثابت کنه کودتا نکرده؟ نمیشه که من الان برم به یکی بگم آقا تو اگر من دزدی نکردی بیا فردا بیا فلانجا ثابت کن. بعد همین آقا فقط اپوزیسیون رو میکوبه، با انقلابی ها میشنه، حاضر نیست با اپوزیسیون بشینه، ولی با انقلابی ها هر شب میشنه. آخه شما که هم به همه میگی مزدور، خودت بیشتر همه مزدور به نظر میگی. حالا من همه یا اپوزیسیون رو میشناسم، تک به تک شاید من 6000 تا اسمتون باشه، به دلیل حالا شرایطی که تیزه میگی. کامران عزیزم، الان جمعه اگر میکنه برای بعد یک دقیقه از درشن. منم به دلیل آقا شرایطی که تو زندگیم داشتم و بچگی مخالف این سیستم بودم، ولی دلیل نیست که بیام به همه انگ بزنم. ولی میخوام آقای منوچهر محمدی اینو تو ذهنشون داشته باشن، پیشون باز بیشترشون رو میشناسن. من واقعا برام اینجا سواله که تو این شرایطی که منافع ملی کشور داره تهدید میشه، این چه بحث تاریخی که یک ماه ادامه داره. بعد همین ایشون هم میگه که چرا متحد نمیشه اپوزیسیون؟ والا من این سوالاییه که تو ذهنم هست و نمیتونم ازش چیزی در بیارم. ببخشید زیاد صحبت کردم. خواهش میکنم. نه شما تا هم پنجه رو استفاده کردید، یک دقیقه رو من امکان دادم، میخواستم که شما صحبت نگفته رو نذاشته باشید. سپاسگزارم از حضورتون، سپاسگزارم از اظهار نظرتون. من جواب این رو چندین بار اسم آقای محمدی رو بودید، سوالی است که به حق هست از آقای محمدی باید کرد. و من فکر میکنم شما با اینکه نمیخوام بحث داخلی در واقع وفاق ملی رو در حقیقت تبدیل بکنیم به نقدی که بر جریانات دیگه هست، که من میگم بخش های مختلف اپوزیسیون، اصلا نمیخوام تبدیل کنم، بلکه ولی در این حال نظر خودم رو در یکی دو دقیقه و دوست عزیزم منوچهر محمدی در این رابطه خواهند گفت، چون تا اونجایی که من میدانم آقای منوچهر محمدی در حقیقت در جاهایی در کلاب هاوس در حقیقت در کنار کسانی قرار میگیرند که در واقع همونطور که کامران گفت در عمل در گفتار که ممکن است، ولی در عمل در پی وفاق ملی نیستند، در حقیقت بیشتر پی آمدن با من هستند. با من یعنی حتی اون کلمه ای که تاریخی شده دیگه، وحدت کلمه از نظر اونها، وحدت کلمه از نظر اونها وحدت با من است. و این یکی از مشکلات اصلی است که ما داریم. اجازه بدید که من از آقای محمدی درخواست کنم که در پاسخ با این سوال صحبت بکنید. در پاسخ با سوالی که از آقای کامران از شما کردن، نظر خودتون رو در این زمینه بیان بکنید. بفرمایید آقای محمدی، سه دقیقه خواهش میکنم. خواهش میکنم آقای بدیع عزیز، منظورت اینه که من در واقع به دنبال وفاق با من هستم؟ منظورتون نه بذارید من روشن کنم هم برای شما. کسانی هستند در کلاب هاوس که صحبت از آزادی ایران میکنند، صحبت از در واقع حتی از درون ایران، حتی ظاهرا از خود حکومت، در واقع اینا بخشی هستند که در اپوزیسیون هستند. اتفاقا یکی از مشکلات ما این هست که اپوزیسیون یک دست نیست. خوب به حرف من توجه بفرمایید. یعنی جریاناتی که انگیزه های دیگری دارن، من حالا رو راجع به این میشم، ولی نظر خود من این هست که به ویژه از کلاب هاوس استفاده بکنیم که در کنار کسانی قرار نگیریم که در حقیقت تاریخ دوباره ما را به جای اول برگرداند. یعنی در کنار کسانی قرار نگیریم که خواهان استبداد نوع دیگری هستند و خود را در اپوزیسیون می‌گذارند. این مسئله بسیار مهمی است، بسیار بسیار مهم است.
مخالف بودن با حاکمیت موجود به هیچ معنا نیست که ما در درون خود یا به هر دلیلی خواهان نوعی از استبداد باشیم که در واقع خود را نماینده آن میدانیم. بس شما نیستید مطلقا، ولی چون شما مورد پاسخ قرار گرفتید، من خواستم بگویم که آیا شما معتقد هستید که اتحاد یا اون دفاع بین کسانی میتواند صورت بگیرد؟ سوال صریح این است که دوستان دیگر هم جواب بدن. آیا وفاق بین کسانی میتواند صورت بگیرد که خواهان دموکراسی نباشند، بلکه یا مردم سالاری، بلکه خواهان نوعی دیگری از استبداد باشند و مخالفتشان با این حاکمیت به خاطر استبداد موجود باشند، نه اینکه با کل یعنی هماهنگی داشته باشند با به اصطلاح دموکراسی؟ یعنی به عبارت دیگر همون قاعده ای که من فکر کنم کامران به خوبی توضیح داد. در واقع سوال شما، اگر البته خودش اصرار میکنه اگر غیر از این باشه، سوال اینه که شما اگر در اتاقهای شرکت میکنه به صحبت از وفاق ملی میکنید و آنها در حقیقت از وفاق ملی بیشتر دارن بخشهای دیگر اپوزیسیون را به غلط یا درست، این مهم نیست، میزنن، آیا این کمکی به وفاق ملی میکند؟ کامران عزیزم سوال شما تقریبا این بود، درسته بفرمید؟ بله، خصوصا همون اسمی که بردم آقای محمدی متوجه شد. بله سپاسگزارم آقای محمدی. درود آقای جهانگیر و گلزار عزیزم که از دموکراسی خواهان نیست که در نه تنها در پندار بلکه در گفتار و در کردار سالهاست در کنار مردم ایران هستند و در واقع مبارزه میکنند برای استقرار دموکراسی در ایران. به ایشون خواهیم پرداخت. آقای منیژر محمدی بفرمایید در رابطه با سوال آقای کامران و نظر خودتون توضیح بدید. خب بذارید من قبل از اینکه صحبت مجدد خودم رو آغاز کنم یه سلام بدم خدمت دوستان آقای یدالله بلدی عزیز، مازیار فرزان عزیز، آقای جهانگیری گلزار عزیز، بهمن وحدات عزیز، مریم مرادی عزیزمون. بله. اخبار زیبایی رو مطرح کردن و آقای کامران عزیز که حرفای زیبایی رو اینجا مطرح کردن. ببینید کامران جان، شما فرمودید که آقای فخرآور کی هستند که در واقع دارن کار سیاسی میکنن یا تصمیم گیری میکنن یا راه خودشون رو دارن پیش میرن. هر کسی از ماها به وسع خودمون کسی هستیم. یه مورچه هم که یک به اصطلاح چیز کوچیکی رو حمل میکنه، وسع مورچه خیلی کمه، اما چیزی رو که حمل میکنه، غذایی رو که حمل میکنه، وسیع تر از خود مورچه است، سنگین تر از خود مورچه است. بنابراین خب ما انسان ها هم گهگاهی چیزی رو که حمل میکنیم در وسع ما نیست، خیلی سنگینه، گهگاهی از وسع ما کمتره. خب اما چون انسان اندیشه میکنه و بر مبنای اندیشه تصمیم میگیره، پس بلندی هم داره، شکست و پیروزی هم داره، بدی و خوبی هم داره. یه وقت به سمت خوبی ها پیش میریم، یک وقت به سمت بدی ها. اشتباهات و درستی ها هم داره. یه وقت اشتباه میکنیم، این اشتباه کم و زیاد داره، یه وقت به درستی پیش میریم، این به درستی پیش رفتن بسیار کمه. اگر زیاد بود ما امروز به وفاق ملی رسیده بودیم. خب از اینکه در مورد آقای فخرآور فرمودید، خب یک سری نمیتونه درست باشه، اما یک چیزای درسته. این ایشون داره زحمت میکشه، مبارزه میکنه،
رو به رسمیت نشناسیم این بی انصافی هست. اما از این که میگه که با من باشی این درسته، یعنی اشتباهی آقای فخرآور عزیز با همین استعدادی که داره حیفه که از این سیاست بهره نگیره. همه ما با هم باشیم، نه اینکه همه شما با من باشید. خب اینجا یک اشتباه کوچولو وجود داره، ظاهر کوچولوست ولی در مجموع خیلی بزرگه. من همیشه هم در واقع تو این مورد ناراحتم، سعی میکنم یه جوری به این دوست عزیزم بگم امیر جان شما با همه استعدادی که دارید حیفه که شما نیایید یه خورده وسیع‌تر فکر نکنید. آقای محمدی عزیزم به ما بودم فکر نکنید. سه دقیقه شما تموم شد. یک دقیقه نظرتون رو بفرمید. خواهش میکنم بفرمید. اما خب چند تا از موانع وفاق ملی رو که میشه به اونها اشاره کرد اینها هستن در کل، در مجموع بی اخلاقی سیاسی، حسادت ورزی نسبت به یک دیگر، تخریب یک دیگر برای زمین زدن هم دیگر، به رسمیت نشناختن عقاید هم دیگر، به ویژه توطئه و اختلاف افکنی رژیم دینی با سرمایه مالی، اون هم با سرمایه مالی مردمی علیه خود مردم ایران. اگر ما تو این مورد آخر آگاه باشیم و بتونیم این توطئه رو با آگاهی خودمون با وفاق ملی که برقرار میکنیم کنسا کنیم، موفق میشیم.